بشم بشم نسم نسلی اخ شروع کنیم دف یود خط عمود الف از روخیا بر آبی نامه ربی یوحنان خط دوم. یاد گرفته بودیم طبق راوا یه گوییم از پدرش به ارث میبره به خاطری که وخیشو ایم قنهو برای باز خرید کردن اودیوری که به گوییم فروخته شده باید حساب بکنی با خریدارش نه با وارثین خریدارش. پس وارث داره. روخی از جای دیگه یاد میگیره، میگه اوود کوخاویم یورش ات آویو دور تورا. یه گویم از پدرش به ارث میبره میدورایتا دیختیو کی یروشال اصاب ناتتی ات هر سیر. گفته من به اصاب هر سیر رو ارسیه دادم. میفهمد گماره کی گفته از این پاسخ میشه یاد گرفت. و دیل ما یسرائیل مومار شانی، شاید یک اسرائیلی که تمرد کرده فرق داره. آوت ابراهیم اسحاق یعقوب اسرائیل حساب میشن. اصاب دین چی داره؟ دین یه اسرائیلی که از راه به در رفته. دلیل نمیشه که گوییم هم وارث داشته باشه. الامه ها خواه از اینجا کی لیونه لوت ناتتی آر یروشا، به لوت آر رو ارسیه دادم. حالا لوت از نسل ابراهیم اسحاق یعقوب نیست، با این وجود به ارث میبره. میفهمد گمارا به روخیا بر آوین میتم و لو آمر که راوا. چرا روخیا بر آوین مثل راوا یاد نگرفت؟ او جون پاسوق وخیشو ایم قنهو، وقتی میخوای اودیوری رو باز خرید بکنی با اربابش حساب بکن و نه با وارث اربابش. گمار میگه می کتیو، آیا به فروش اینو گفته؟ این دیوخ کردی تو. آیا به فروش گفته و خیشو ایم قنهو ولو ایم یورشه قنهو؟ فقط با اربابش حساب بکن و نه با وارثین اربابش. این دیوق تو بود، من نمیخوام دیوق بکنم. و راو میتم و لامر که روخیا بر آبین. چرا راوا مثل دارشای روخیا بر آبین یاد نگرفت؟ میگه به فرزندان لوت من آر رو ارسیه دادم. میگه نمیشون که ودود ابراهام، اونجا هرچی باشه لوت عموش کی بود؟ ابراهام بود. شانی و خاطر همینه که لوت فرق داره و نمیتونیم از لوت یاد بگیریم. دلیل نمیشه که هر گویمی ارسیه بگیره. تانورابانان یش به ایوریش ان به ایوریا، راه های آزادی هست برای ایوری که برای ایوریا نیست. و یش به ایوریا شئن به ایوری، راه های آزادی هست برای آماها ایوریا که برای عبد ایوری نیست. یش به ایوری شهو یوتسه به شش او به یوول او به میتدها آدون. عبد ایوری آزاد میشه 6 سال که کار بکنه، یوول که بشه یا با مرگ اربابش. مشعن کن به ایوریا، در صورتی که آما ایوریا به این طریقها آزاد نمیشه، که بعدن گمارا روی این سوال خواهد پرسید یعنی چی آماها ایوریا هم با 6 سال و یوول و مرگ ارباب آزاد میشه. و یش به ایوریا همینطور طریقه هست که آماها ایوریا آزاد میشه. شهره ایوریا یوتساب سیمانیم، آماها ایوریا اگه علائم بلوغ درش رشد بکنه آزاد میشه، ولی نه اود ایوری. و اینا نیمکرت و نیشنت، همینطور آماها ایوریا فروخته نمیشه و دوباره فروخته بشه، دوباره فروخته نمیشه. او مفتین اتاه به الکرخو مشهن کن به ایوری، و بازخرید میکنن آماها ایوریا رو علا رقم میل او. اینا باید که ما رو توضیح بده علا رقم میل کی. مشهن کن به ایوری، در صورتی که اود ایوری اینطور نیست. گمارا آمر مر تو برایتا داشتیم یش به ایوری شئن به ایوریا، طریقه ای هست که اود ایوری آزاد میشه ولی نه آماها ایوریا. 6 سال یوول و میتت هادون. اورمین هی من از تو قشا میپرسم یترا آلاو آماها ایوریا شقونا ات اتسماه به سیمانین. میشنای دیگه ای داریم که میگه علاوه بر 6 سال و یوول میتونه آماها ایوریا خودشو صاحب بشه با سیمانین. ولی تو برایتا میگه نه، این به این طریقه ها اود ایوری آزاد میشه ولی نه آماها ایوریا. آمر رفششت که گنشه یه آداه. رفششت میفرماید
برایتا که میگه آمه های ایبریا به این طریق آزاد نمیشه، وقتیه که اربابه یا پسر اربابه باش قیدوشه یعود بکنه. وقتی یعود بشه به ازدواج اربابه یا پسر اربابه در بیاد، فقط با گته که آزاد میشه و نه با 6 سال و یوول. حالا میتت آدون رو خواهیم دید. یعنی برایتا داره میگه اوه دیوری به سه طریق آزاد میشه، ولی آدونه میتونه یه کاری بکنه که آماها ایوریاه به این طریقا آزاد نشه. یعود میتونه باش ازدواج کنه. یه آدا پشیتا اگه ارباب اومده باشه یعود کرده ازدواج باش کرده، البته خب گیتا باعث، البته که فقط اینجا میتونه با گت آزاد بشه. گمار میگه موده تیما، من چی ممکن بود فکر کنم؟ لولی بطلا هیل خطا مینا حلاخه های آماها ایوریا ازش باطل نشه و اگه 6 سال شد یا یوول شد حتی بدون گت آزاد بشه. قامش مالان که نه، اینجا گت لازم داره. حالا هاوامینا چیه؟ ریتوا توضیح میده قیدوشه یعود با قیدوشه این معمولی فرق داره. یعود اربابه میتونه علی رغم پدرم بیاد این دختری که خریداری کرده رو باشه ازدواج بکنه، در صورتی که قطنا فقط مزدوج میشه با اجازه پدر. و چون این طریقه ازدواج آمه ایوریا فرق داره از طریقه معمولی، ممکن بود من هاوامینا داشته باشم که ازش باطل نکنیم طریقه های آزادی رو که با 6 سال آزاد میشه، با یوول آزاد میشه. برایتا به من میگه نه، بعد از اینکه یعود باش کرد اینجا قیدوشین کامله، زنشه و فقط با گت میتونه آزاد بشه. گمار میگه ایهاخی امه یوتس آب سیمانین، اگه اینطوره چرا با سیمانین آزاد میشه؟ برایتا گفت آماها ایوریا با سیمانیم آزاد میشه، تو میگی یعودش کرده، اگه یعودش کرده با سیمانیم آزاد بشه؟ میگه نه هاخی قامت ایملو یا آدا یوتزا اف به سیمانی، نه. برایتا داره میگه اگه اربابه یعودش نکرده میتونه با سیمانیم آزاد بشه، ولی نه اوه دیوری. و اینا نیم کرت و نیشنت، تو برایتا گفت آماها ایوریا دوبار فروخته نمیشه، ولی اوه دیوری دوبار فروخته میشه. که ما میگه یعنی چی؟ میکلال ده اوه دیوری نیم کر و نیشنه، میخوای بگی اوه دیوری فروخته میشه و دوباره فروخته میشه؟ و تنیا ما خوندیم پاسوق توره که میگه و نیم کر بیگ نواتو، بیگ نواتو ولو به کفلو، به خاطر دزدیش اوه دیوری رو میفروشیم، ولی میدونیم دزد باید دو برابر پرداخت بکنه. اومدیم و پول دو برابر پرداخت کردن رو نداشت، پول دزدی رو داشت، ما به خاطر اون نمیفروشیمش. بیگ نواتو ولو به زمامو، به خاطر دزدیش میفروشیمش، ولی برای که اومده ادزومم شده و باید پرداخت بکنه نمیفروشیمش. بیگ نواتو کیوان شنیم کر پمخت شوف ایتا رش آیل مخ رو، همین که یک بار فروختنش دیگه اجازه نداری بار دوم بفروشیش. پس تو چی میگی که آماها ایوریای که دوباره نمیفروشیمش، ولی اوه دیوری رو مشمک دوبار میفروشیم؟ آمر راول و قشیا کان بیگنه و اخت، بستگی داره چند بار دزدیده، اگه یه بار دزدیده یه بار میفروشیمش. کان بشه تگه نوات، برایته که گفت میفروشیمش دوبار وقتیه که دوبار دزدیده. پس رباتای اگه اومدیم و غلام $1000 دزدیده ولی $500 بیشتر نمیارزه، ما دوبار به خاطر یه دزدی نمیفروشیمش. حالا هاوامینامون ولی اینه که اگه دوبار دزدیده دوبار فروخته میشه. آمرل ابی بیگنه با تو و مشما، که طریقی که رشی سوالو یاد میگیره اگه چندینها بار دزدیده، حالا یه بار آوردنش روی توی بدین برای همه دزدیهاش، یه بار بیشتر فروخته نمیشه. الا امر ابیه، ابا میگه میدونی لغشا بین این دوتا برایتاها ما تضادی نداریم. کان به آدم اخاد، اگه از یه نفر دزدیده حتی اگه چند بارم از این نفر دزدیده، یه بار میاد تو بدین یه بار فروخته میشه. کان بیشنه بین آدم، ولی اگه از دو نفر مختلف دزدیده هر کدومشون میارنش تو بدین
فروخته میشه، دوباره هم فروخته میشه. تانو ربانان ما تو برای تا خوندیم گنوو الف شاوه خمش مئوت، اومدیم و این 1000 دزدیده 500 بیشتر نمیارزه، نیمکر و خوزر و نیمکر میفروشیمش، بر میگردیم دوباره میفروشیمش. گنوو خمش مئوت و شاوه الف، اومدیم و 500 دزدیده ولی خودش 1000 میارزه، اینو نیمکر کلال اصلا فروخته نمیشه. ربی الیزر رو ریشا بحث میکنه، ربی الیزر عمر ایم هایا گنوو که نگد میمکارو، اگه 500 دلار دزدیده 500 دلار هم میارزه، نیمکر فروخته میشه نه کمتر و نه بیشتر، و ایم لاو اینو نیمکر وگرنه فروخته نمیشه، چه ارزشش بیشتر از دزدی باشه چه دزدی بیشتر از ارزشش باشه. پس طبق تانقم ما اگه گنوا بیشتر بوده تا قیمتش، 1000 دلار دزدیده 500 میارزه، دوبار میفروشیمش. طبق ربی الیزر اصلا نمیفروشیمش و این تضاد داره با برایتای قبلی. برایتای قبلی گفته بود ما یه بار میفروشیمش. آمر راوا، راوا میگه بها زخن هو ربی الیزر لربانان. ربی الیزر اینجا با دلیلش میتونه پیروز بشه روی خخامیم. دمیشنا گنوو خمش مئوت و شاوه الف ده ان نیم کر، چرا وقتی که دزدیده 500 و 1000 میارزه فروخته نمیشه؟ ده نیمکر کولو آمر رحمانا، چون تورا آمده گفته تموم فروش باید برای دزدی به کار برده بشه. اگه دزدی 500 بوده 1000 میارزه، تموم فروش برای دزدی به کار برده نمیشه، ولو خدسیو، نه اینکه نصفشو بخوای به کار ببری برای دزدی. پس هاخی نامی همینطور هم نیمکر بیگ نواتو آمر رحمانا، تو رو گفته به خاطر دزدیش باید فروخته بشه، یعنی ولو نیمکر به خطی گنواتو، و نه اینکه فروخته بشه به خاطر نصف دزدیش، یعنی اگه ارزش او از دزدی بیشتر باشه فروخته نمیشه. هلخا مثل خخامیمه، اگه 1000 دزدیده 500 میارزه، طبق رشی دوبار فروخته میشه، طبق رمبام یک بار فروخته میشه. او مفدین اوتو با الکرخو، گفتیم آما هایوریا رو باز خریدش میکنیم علی رغم میل او، ولی نه اودیوریو. سا و راوال میمر، راوا فکر کرد که بگه این که میگیم آما هایوریا رو باز خرید میکنیم علی رغم میل او، یعنی با الکرخه ده آدون علی رغم میل اربابش. آمل ابیه می نیهو، به چه طریق تو میای علی رغم میل اربابش این آماها ایوریا رو بازخرید میکنی که نه سر عبد ایوری؟ اگر بخوای بگی او گیرا اون کسف، اون مقداری که خریداری شده 600 خریداری شده، دو سال کار کرده 400 بده آزاد بشه، سو سر عبد ایوری هم اونو میتونی پیاده کنی. دکتوینا لشتارا ادمه، میایم یه شتار مینویسیم که چه مقداری این آماها ایوریا ارزش داره و این مقدار رو بدهکار به اربابه و این شتاره رو اربابه بگیره و آزادش بکنه. گمار میگه امی چرا اربابه بخواد این کارو بکنه؟ ناقیت مرگانی تا به یاده یا هفنال خصبا، این یه مرواری تو دستش داره، تو میخوای بهش یه سفال بدی، یه شتار بدی که او طرف به تو بدهکاره که کنیزش آزاد کنه؟ الامر ابیه، ابیه میگه میدونی با الکرخه ده آو، وقتی میگه علارغم میل او میتونه از دست ارباب باز خریدش بکنه، یعنی علارغم میل پدر. میشوم پگم میشباخا، چرا ما نمیخوایم این خانواده عیبدار بشه، حتی اگه پدر نخواد، میگه نه من میخوام دخترم تو این خانواده کنیز بمونه، میگیم نه، حتی با وجودی که تو اینطور میخوای ما آزادش میکنیم. گمار میگه ایهاخی او دیوری نامی نیخپین هو لبنه میشپاخا، اگه اینطوره سر او دیوری هم بیایم
فک و فامیلاشو مجبور بکنیم که باز خریدش بکنن، میشون پگم میشباخا که برای خانوادهش عیب نباشه. میگه ها در آزیل و زبن نفشه، اون اودیوریه دوباره بر میگرده میره خودشو میفروشه. که میگه ها خانمی آز ها در آزیل و زبن لا، اینجا هم خب دوباره پدر بر میگرده میره آمه ها ایوریا رو دوباره میفروشه. میگه ها قاتانی انانیم کرت و نیشنت، ما یاد گرفتیم تو برایتا که آمه ها ایوریا دوبار فروخته نمیشه. اومانی و طبق کیه که این آمه ها ایوریا دوبار فروخته نمیشه؟ ربی شیمانهی، شیطای ربی شیمانه. دتنی ما خوندیم مخر آدم ات بیتول ایشوت و شنه، شخص میتونه یه دخترشو به عنوان زنی بفروشه، به نامزدیش در بیاره، کسف قیدوشینشو بگیره، از نامزدی اگه بیوه شد یا مطلقه شد دوباره پدره میتونه به ازدواجش در بیاره، نه نیسوین. اگه نیسوین بود از رشوت پدره کاملا رفته بیرون. لشیف خود و شنه، میتونه پدر دخترشو به عنوان کنیز بفروشه و دوباره بفروشه. مثلا دختره 5 ساله بوده فروختتش، یه 2 سال کار کرده، ارباب اولی مرده، دوباره برمیگرده تو رشوت پدره، دوباره پدره میفروشتش. یه 6 سال کار میکنه، 11 ساله میشه، هنوز قطنه، دوباره میتونه پدره بفروشتش. لعیشوت اخر شیفخوت، همینطور میتونه بعد از این که به عنوان کنیزی فروختش برگشت دوباره تو رشوت پدره با مرگ ارباب، به ازدواجش در بیاره، قیدوشین براش بگیره. اول لول شیف خود آخر ایشود، ولی اگه اومد و به ازدواجش در آورد، نامزدی کرد، شوهر فوت کرد، بعد دیگه نمیتونه به عنوان کنیزی بفروشتش. ربی شیمون عمر که شمش این آدم مخرت بیتول شیف خود آخر ایشود، ربی شیمون میگه همونطوری که شخص نمیتونه دخترشو به عنوان کنیز بفروشه بعد از این که به ازدواجش در آورده، کخ این آدم مخرت بیتول شیف خود آخر شیف خود، همینطور هم اجازه نداره بعد از این که یه بار به عنوان کنیزی فروخته دوباره بیاد به عنوان کنیزی بفروشتش. پس شیطای کیه که آمه ها ایوریا دوبار فروخته نمیشه؟ ربی شیمون. باشم ناسم نسلی اخشور میکنیم دف یود ختمود بت رو از خط آخر یود ختمود الف او به پلوک تا دهانی تناه. این مخلوقتی که داشتیم بین تناغما و ربی شیمعون که تناغما گفته بود شخص میتونه دخترشو بفروشه به عنوان کنیزی و دوباره بفروشه به عنوان کنیزی تا وقتی که هنوز قطنه، ربی شیمعون گفت نمیتونه. گمان میفهمید او به پلوک تا دهانی تناه. این مخلوقت تناغما و ربی شیمعون همین مخلوقت تنهی که الان میبینیم. دتن یا ما خوندیم به بیگدو باه، پاسوق میفهمید لامنخری لو یمشل لمخرا، نمیتونه بفروشه دخترشو به یک شخص قریب، به ویگدو با، که گمار این کلمات رو طریقای مختلف الان توضیح میده. کیوان شپرس تلیتو آلها شوف این رشای لمخرا. شیطه اول وقتی که اومده به بیگدو، اینجا معنی لباس میده، بگت، وقتی که اربابه اومده لباسشو بر او پهن کرده، بردتش به ساب زیر خوپا، منظور قیدوشه یعود باش کرده، یعودش کرده، دیگه اجازه نداره پدر بیاد بفروشه دخترشو. اگه مثلا بیوه شد یا مطلقه شد. دیوره ربی عقیبا، این گفته ربی عقیباست. ربی الیزر اومر، ربی الیزر میگه به بیگدوبا کیوان شباگد با، به میگدوبا یعنی وقتی که اینجا بهش به حساب به کنیزه خیانت شده، منظور پدره اومده به عنوان کنیزی یه بار فروختتش، شوف این رشای لمخرا، دوباره نمیتونه برگرد و بفروشتش. شیطای ربی شیمون که داشتیم، یه ما میپرسه به من اقام میفلگه مخلوقتشون اینا سر چیه؟ ربی الیزر ساوریش ام لما سورت، ربی الیزر میگه برو طریقهی که پاسوق نوشته شده رو نگاه بکن، این اصله. پاسوق گفته به ویگدو یود نداره، یعنی به وگدو،
وقتی که بهش خیانت شده، یعنی وقتی که پدره به عنوان کنیزی فروختتش دوباره نمیتونه بفروشتش. و ربی عقیبا ساور یش املا میقرا، ربی عقیبا میگه برو طریقه ای که کلمات خونده میشه اونو بچسب به ویگدو، یعنی بگد، یعنی لباس. وقتی که اومده اربابه لباسشو بر او گسترونده پهن کرده به حساب بردتش زیر خوبه که منظور قیدوشین یعودش کرده، دیگه نمیتونه پدر بیاد و بفروشتش. و ربی شیمون ساور یش ام لمیقرا و لما سورت، ربی شیمون میگه هم برو دنبال طریقهی که پاسوق نوشته شده، هم برو دنبال طریقهی که خونده شده. یعنی طبق ربی عقیبا ما میگیم ان شیفخوت اخر ایشوت، وقتی که به عنوان آماها ایوریا فروختتش و ارباب اومده باشه یعود کرده، دیگه پدر نمیتونه دوباره بفروشتش به عنوان کنیزی. طبق ربی الیزر به عنوان کنیزی فروخته، دوباره نمیتونه به عنوان کنیزی بفروشه. میفهمید ربی شیمون هم بعد از این که یعود شد دیگه نمیتونه پدر بفروشتش، هم بعد از این که با من کنیزی فروخته شد دیگه نمیتونه بفروشتش. هر دوتا حلقا، هم یش امل میقرا هم یش امل ما سورت. با این ربا بر ابوها، ربا بر ابوها سوال میپرسه یعود نیسوین اوسه او اروسین اوسه. وقتی که این اربابه میاد به این آماها ایبریایی میگه هرعت میوعدت لی تو مختص میشی به من، آیا این عمل نیسوین میکنه ازدواج کامله، یا اینکه مثل اینکه گفته هرعت مقودشت لی فقط نامزدی اینجا کرده؟ گمان میگه نفقامینا چه فرقی میکنه لیورشا، اگه بگیم نیسوین میکنه میتونه به ارثش ببره، اگه بگیم فقط نامزدی میکنه ارباب دختره رو برس نمیبره. ولی تملا، اگه ارباب کهن باشه، اگه بگیم نیسوین اوسه باید برای زنش خودشو تامه کنه، اگه بگیم نامزدی فقط میکنه تامه نمیکنه. اول هافر نداره ها، اگه بگیم نیسوین اوسه میتونه اربابه که شوهر کاملشه به تنهایی ندارشو حفارا بکنه. اگه بگیم اروسین اوسه یعنی همراه با پدر میتونن با همدیگه ندرای دختره رو حفاره بکنن. پس مای آیا هرعت میو ادتلی ایروسینه یا نیسوینه؟ میفهمید تا شما بیا و بشنو. به ویگدو با که یه پشت یاد گرفتیم که وانچه پرس تلیتو علیها شوف اینو رشا ایل مخرا، وقتی که اومد لباسش و ارباب روش گستروند دیگه نمیتونه پدر بیاد بفروشتش. زبون یهود لو دلم زبن لا، پدر نمیتونه بفروشتش. ها یعود ایم یعد لا، ولی میتونه پدر بیاد به قیدوشین یه نفر دیگه درش بیاره. اگه اومدیم و اربابه فوت کرد یا طلاقش داد، میتونه پدر بره دوباره به عنوان کنیزی بفروشتش. حالا و ای امرت نیسوین اوسه، اگه بگیم ارباب اولی که یعودش کرده یعنی باش نیسوین کرده که وانش نیسه چوب انل آوی ها رشوت با، اگه ازدواج داشته اینجا دیگه پدره اجازه ای نداره که بعد از این که دخترش مطلقه شد یا بیوه شد بیاد دوباره به ازدواجش در بیاره. الالا شما مینا، پس باید چی یاد بگیریم؟ اروسین اوسه، این یعود فقط چی میکنه؟ نامزدی میکنه. پس حالا که از ارباب بیوه شد یا مطلقه شد، پدر دوباره میتونه چیکار کنه؟ به ازدواجش در بیاره. چون این قانون رو میدونیم نسوعا از رشوت پدر کاملا میره بیرون، به هر طریقی که ازدواج کامل داشته دیگه پدر هیچ رشوتی البته که نداره. آمرم نخمان و ریسخاق میگه نه، دلیل نمیشه که از دیجا بخوای رعیا بیاری که یعود نامزدیه، با خاطری که میتونم بهت بگم ها خواه قیدوشین ده آلماقائه، اینجا در مورد یه قیدوشین معمولی داره صحبت میکنه که پدر اومده برای دختر قتناش اومده کسف قیدوشین از طرف گرفته به ازدواجش در آورده، حرف از یعود نیست. و حقیق آمر و پاسوق داره اینو میگه کیوان شمساره آویها
لمیشه نید خیه و بیش ارا کسوتاه و اوناتا، همین که پدر اومد دخترش رو سپرد به دست شوهر، شوهری که وظیفه داره حالا براش مهیا بکنه غذا لباس و باش وقت بگذرونه، شوف انیا خل مخرا دیگه نمیتونه بیاد و به عنوان کنیزی بفروشتش. پس وقتی پاسخ میگه به ویگدوبا، یعنی اگه پدر اومد کسی رو مسئول کرد که لباس به حساب تن دخترش بکنه، دیگه به عنوان کنیزی نمیتونه بفروشتش. حرفی از یعود اصلا اینجا نیست، از اینجا نمیتونیم ثابت بکنیم که یعود اروسین اوسه تاشما بیا و بشنو. سوال ما مونده که آیا یعود اروسین میکنه یا نیسوئین. ان مخراه لیقروویم، پدر اجازه نداره دختر رو بفروشه به فامیل های نزدیک، اشخاصی که نمیتونن یعود بکنند. میشوم ربی الیزر امرو، از قول ربی الیزر گفتن مخراه لیقروویم، میتونه پدر بیاد دخترش رو بفروشه به فامیل های نزدیک. و شاوین و هر دوتاشون قبول دارن، هم تنقما هم ربی الیزر. شموخراه المانا لکوهن گادول گروشا و خلوصا لکوهن هدیوت، میتونه دختر بیوشو بفروشه به کوهن گادول و دختر مطلقه یا خلیصا گرفتهشو بفروشه به کوهن هدیوت. میتونه کوهن گادول با المانا ازدواج بکنه؟ نه، لاوه توراست، ولی اگه ازدواج کرد قیدوشین توفس میشه. میتونه یه کوهن معمولی مطلقه بگیره؟ نه، لاوه توراست، ولی اگه رفت و قیدوشین کرد قیدوشین توفس میشه. یعنی کافیه که امکان یعود باشه. اینجا اگه کوهن گادوله اومد و از لاوه تورا گذشت و رفت و این المانه رو یعود کرد، قیدوشین خل میشه. همین که امکان یعود هست کافی، همه قبول دارن، چه تناغمان چه تربی الیزر، میتونه دختر المانه شو بفروشه به کوهن گادول. حالا های المانه های قیدامی، چجوری این دختر بچه قتنائه المانه شده؟ ایلی ماده قادیش نفشه، اگه خودش وقتی قتنائه بوده خودشو به ازدواج در آورده، چی المانه قاریله؟ دختره رو المانه میخونی؟ اصلا اینجا قیدوشینه یه دختر بچه قیدوشین نیست. الا دقیدش آوی ها، پس کی به ازدواجش در برده؟ پدرش. میمادسی مزبنده، اگه پدر یه بار اومده به ازدواجش در برده، حالا میتونه چی؟ بیاد و به کوینگادول بفروشتش. و ها این آدم مخرت بی طول شیف خود آخر ایشود، ما میدونیم یک پدر اجازه نداره دخترشو بعد از این که به ازدواج در ورده بیاد و به عنوان کنیزی بفروشه. و آمر رب امرام آمر ربی اسحاق ها خواب به قیدوشه یعود، اینجا در مورد قیدوشه یعود داریم صحبت میکنیم. پدره اومده به عنوان آماها ایفریا این دخترشو فروخته، اربابه یعودش کرده، حالا ارباب فوت کرده، این دختر شده المانا. علی با دربی یوسف به ربی یهودا و طبق شیطای ربی یوسف به ربی یهودا میریم، دامر ما اوت هریشونوت لاو لقیدوشین نیتنو، اون پولی که اول کار این ارباب اومده به پدر داده برای خریداری این آماها ایوریا کسف قیدوشین حساب نمیشه. و طبق ربی یوسف و ربی یهودا، اگه الان این دختره باید مثلا یه نیم ساعت دیگه هنوز کار بکنه که 6 سالش تموم بشه و این کار نیم ساعتش بگیم شاوه پروتا میارزه، اربابه میتونه یعودش بکنه با بخشیدن این نیم ساعت کار، بگه با این نیم ساعت کاری که تو به من بدهکاری هرعت میوعدت لی. پس اینجا کی داره قیدوشین انجام میده؟ دختره در اینجا قیدوشین میگیره یا پدرش براش قیدوشین گرفته بوده اون روزی که پول از اربابه گرفته؟ دختره در اینجا قیدوشین میگیره. پس پدره دخترشو هنوز به ازدواج در نیورده، پس نمیتونی بگی او پدر نمیتونه بعد از این که به ازدواج در آورده بیاد به عنوان کنیزی بفروشتش. پدر به ازدواج درش نیورده بوده، اینجا دختره داره ازدواج رو انجام میده. حالا که اومدیم و
ارباب فوت کرد و دختر آلمانا شد، میتونه حالا بیاد به عنوان کنیزی بفروشتش به کوهنگادول. یعنی این حساب نمیشه دخترشو بعد از ایشوت به عنوان شیف خود فروختن، بلکه حساب میشه بعد از اینکه شیف خود فروخته دوباره به عنوان شیفخا داره میفروشه. حالا و ای امرت نیست و این اوسه، اگه بخوای بگی یهودی که این اربابه با این دختری کرده نیست و این کامله کیوانش نیسته چوب اند آوی ها رشوت با، بعد از اینکه این دختر قطنه رفته ازدواج کرده کاملا از رشوت پدر خارج شده، دیگه نمیتونه پدر بیاد به کوهنگادول بفروشتش. پس یهود فقط اروسین میکنه نه نیسوین. گمار میگه و الا می اروسین اوسه، تو میخوای چی یاد بگیری که یهود فقط نامزدیه؟ و شاوین داشتیم که تانقما و ربی الیزر قبول دارن شمخرا که میتونه آلمانا رو به کوهنگادول بفروشه، گروشا و خلوسا رو به کوهن ادیوت. ها این آدم مخرت ویتول شیفخوت آخر ایشوت، شخص اجازه نداره دخترشو بعد از این که به ازدواج درآورده بیاد به عنوان کنیزی بفروشه، حتی بعد از قیدوشین الا ما اطلاق لمیمر. پس چی میخوای بگی؟ چجور میخوای جواب این قشیا رو بدی؟ شانی اروسین دیدا می اروسین دعاوی ها، اینجا وقتی دختره داره نامزدی میکنه فرق داره تا وقتی که بیاد و پدره به نامزدیش در بیاره، و اینجا چون خود دختره داره نامزدی میکنه ما نمیگیم یه پدر بعد از اینکه دخترش رو به ازدواج در آورده به عنوان کنیزی نمیتونه بفروشه، اینجا پدر دخترش رو به ازدواج در نیاورده. سو پس اگه اینطوره افیلوته ما نیست و این اوسه، میتونیم یاد بگیریم که یهود حتی ازدواج کامله. و شانی نیست و این دیدا می نیست و این دعاوی ها، آی چجور اومده بعد از این که دخترش رو به ازدواج در آورده داره به عنوان کنیزی میفروشتش. همین جواب رو میتونیم بدیم، فرق داره وقتی که دختر اینجا نیست و اینو انجام داره میده تا وقتی که پدر میاد دخترش رو به ازدواج در میاره، و وقتی که پدر دخترش رو به ازدواج در نیورده اون زخوتی که بتونه به عنوان کنیزی بفروشتش رو از دست نداده. یه بار میگه های می این اصلا مقایسه خوبی نیست، بیشلاما اروسین می اروسین شانی. اگر ما بخوایم یاد بگیریم که واقعا میدونی یهود فقط اروسین انجام میده و بیایم اینجا فرق بذاریم بین نامزدی دختره و نامزدی که پدر براش انجام بده، این که پدر نمیتونه بعد از قیدوشین دخترشو بفروشه روی وقتی که دختره رفته قیدوش یهود کرده پیاده نمیشه، ولی الا نیسوین می نیسوین، ولی اینکه بخوای فرق بذاری بین ازدواجی که دختره کرده یا ازدواجی که پدره براش کرده، می شانی آیا بالای یوته تمودالف آیا فرق داره که کی به ازدواجش در آورده؟ وقتی دختر ازدواج میکنه از رشوت پدر میره بیرون، تموم شد رفت. و گمرا میخواد از اینجا ثابت بکنه که یهود پس فقط نامزدیه. اول رب نخوان و ریسخاق دعامر، طبق رب نخوان و ریسخاق که میفرماید افیلو لربی یوسه و ربی یهودا ما اوت هاریشونوت لقیدوشین نیتنو، که اون حتی طبق ربی یوسی و ربی یهودا اون پولی که اول کار به پدر داده شده برای قیدوشین داده شده، نه اینکه با شاو پروتایی که مونده بر من کار بکنی بیا زن من بشو، با اون پولی که من به پدرت داده بودم هر اتمه یو ادتلی به مای موقیم لا، چطور میتونی یه موردی پیدا بکنی که دختره بیوه شده حالا داره به کوهنگادول فروخته میشه؟ این آدم مخرت بیتول شیف خود آخر ایشوت، بعد از اینکه پدر دخترشو به ازدواج در آورده که نمیتونه برداره دو به عنوان کنیزی بفروشتش. یه مار میفرماید موقیم لا کربی الیعزر، میتونیم برایتا رو طبق ربی الیعزر یاد بگیریم، دعامر لشیف خود آخر شیف خود هودلو ماتیم زبندلا، اگه یه بار به عنوان کنیزی فروخته دوباره نمیتونه به عنوان کنیزی بفروشتش.
اوالل شیف خوت آخر ایشوت ما تیم زبندلا. ولی اگر به ازدواجش در آورده و بیوه شده یا مطلقه شده، حالا میتونه به عنوان کنیزی بفروشتش. شما شما نصب نسلی اخشون میکنیم دف یود تت عمود الف و خط شیشم از بالا. سوال جدید، وای رشلاقیش مهو شمیعد آدم لیونو قطان. تو را گفته ارباب میتونه آمه های ویریا رو یعود کنه، همینطور پاسخ داریم که میگه و ایم لیونو یی آدنا. اگه برای پسرش اومد این آمه های ویریا رو یعود کرد، سوال هنه اینه که آیا شخص میتونه برای پسر زیر بر میسواش این آمه های ویریا رو یعود بکنه یا نه؟ بنو امر رحمان از یه طرف تار اومد گفته پسرش، بنو کل دوار پسری، حالا قاتلم که باشه خوبه. او دیل ما یا شاید بنو دوم یا دیده، یا نه پسرش باید مثل خودش باشه. محوگا دول، همونطوری که اربابه بالای برمیسواست، اف بنو گادول، پسرش هم باید بالای برمیسوا باشه. آمر رویزه را میفرماید رویزه را تا شما بیا و بشنو. ایش پرات لقاتان، پاسخ میفرماید و ایش اشر یین اف ات اشت ایش. اگه شخصی اومده زنا کرده با زن شوهردار، اشر یین اف ات اشت رئهو موت یومت هنو اف و هنو افت، باید هر دوتاشون کشته بشن. ایش پرات لقاتان، اگه مردی اومده رفته خوابیده نه قاتان، اشر یین اف ات اشت ایش، رفته رابطه داشته با زن مردی، زن شوهرداری، پرات لعشت قاتان و نه زن یه شوهر قاتانی. که اگه شخصی رفته خابیده با زن شخصی که شوهرش قاتانه زیر برمیسواست، مجازاتش میتا نیست. حالا به ای امرت میعد، اگه بخوای بگی که میتونه اربابه برای پسر قاتانش این آمه ها ایوریه رو یعود بکنه، ایمکن ماتزینو ایشوت لقاتان، یعنی ما زن قاتان پیدا میکنیم. چرا مجازاتش میتون نباشه اگه رفته با یه زنی که شوهرش قاتان خابیده؟ پس بیا یاد بگیریم از اینجا که ارباب نمیتونه برای پسر قاتانش یعود بکنه. گمار میگه و الا مه، چی میخوای بگی؟ اینو میعد نمیتونه یعود بکنه برای پسر قاتانش؟ امعی قام معت لقرا، برای چی پاسخ اومده زن قاتان رو گفته اگه شخصی باش خوابید مجازاتش مرگ نیست؟ چه لزومیه که تو را بیاد بگه آ با زن قاتان اگه رفتی میتا نداره؟ اگه قاتان نمیتونه یعود بکنه، خب اصلا زن قاتانی وجود نداره. آمر او آشی نه آخ، اینجا مورد قاتان میدونی چیه؟ به یوام به بنته ششانیم به یوم خاد هبا ال یویم تو از قینان. اینجا مورد قاتان ما در مورد یوامی داره صحبت میکنه که حداقل 9 سال و 1 روزه زیر بر میسوا، رفته با زن برادرش، برادرش فوت کرده، رفته زن برادر رو یبوم کرده. دمیده اورایتا خزیاله، میده اورایتا براش شایسته هست، دعت لازم نداره. مهود تیما که من دمیده و رایتا خزیاله او بیا تو بیا، من ممکنه چی فکر کنم؟ از اونجایی که میده و رایتا شایسته هست و بیا یه بچه 9 ساله به بالا بیا هست، هبا آله ها میت خیه و به اشت ایش. اگه شخص اومد رابطه داشت با این زن یبوم شده، بگم رفته با زن شوهردار، بگم خیاب میتا باشه، قامش مالان پراتل اشت قاتان، که نه، چون اینجا زن یه شخصی بوده که شوهرش قاتانه، خیاب میتا نیست. و از اینجا جواب نداریم که آیا ارباب آیا میتونه برای پسر قاتانش این آماهای ویریه رو یعود بکنه یا نه. مای هوه آله گمان میپرسه جواب سوالمون چی شد؟ تا شما بیا و بشنوده. آمر ربی ابو عیبو آمر ربی نی این یعود الا به گادول، کی فقط میتونه یعود بکنه؟ گادول. و این یعود الا میدعت، و یعود باید فقط با فکر باشه. گمان میگه به ترته هر دوتاش لازمه. رشی میفهمید و ها خدهو، هر دوتاش یکیه. کی وانده این یعود الا میدعت،
چون یعود باید با فکر باشه پشیتا دن یعود الا به گادول. البته که یعود باید توسط گادول صورت بگیره. چرا هر دوتا رو میگه؟ یه بار میگه ما تعم قامر، داره دلیلشو میگه، میگه ما تعم ان یعود الا به گادول، چرا فقط گادول میتونه یعود کنه؟ لفیش ان یعود الا میدعد، چون یعود باید با آگاهی باشه و فقط گادوله که آگاهی داره. به این وای تیمایی اگه بخوای جواب دیگه بد میدم، مای میدعد یعنی چی؟ باید با دعت باشه، میدعد دیدا، باید با فکر آماها ایبریاه باید باشه. دتانی ابای برد ربی اباهو، چون یاد داد ابای پسر ربی اباهو، اشر لوی آداه، این که میگه اگه به چشم ارباب بد بود و یود نکرد، ملمد شتساریخ لی آداه، یا طبق گیرسای رشاش لید دعا، باید بهش اگه میخواد قیدوشینش بکنه باید به آماها ایبریای اطلاع بده. هو تانی لا و هو آمر لا، خود ابیه اینو یاد داد و خودش اینطوری گفت. دلیل برای تا چیه؟ به قیدوشه یعود و علی با دربی یوسف و ربی یهودا. اینجا در مورد قیدوشه یعود داریم صحبت میکنیم و طبق شیطه ربی یوسی و ربی یهودای دامر ما او تریشونوت لاب لقیدوشین نیتنو، که گفته بود اون پولی که ارباب اول کار به پدر اماها ایبریای داده برای قیدوشین نبوده، بلکه با یه شاب پروتا کاری که باید هنوز دختره بکنه اینجا داره قیدوشین صورت میگیره. بنابراین باید بهش اطلاع بدن، باید با دعت دختره باشه. رم نخوان و ایسخاق آمر افیلو تیما لقیدوشین نیتنو، من میتونم بگم این پوله اول کار به پدره داده شده بوده برای قیدوشین، پس قیدوشین داره صورت میگیره وقتی که پدر دختر این پولو قبول میکنه. آی پس چرا اینجا باید زنه رو بهش اطلاع بدیم به آماها ایبریاه؟ شانیها خواد آمر رحمانا یه آدا، اینجا که زرتا کاتوبه، چون پاسوق داره میگه یه آدا یعنی باید بهش اطلاع داده بشه. مای ربی یوسف به ربی یهودا، این که ربی یوسف به ربی یهودا هی میگه اون پولی که اول کار به پدر داده شده پول قیدوشین نبوده، کجا داره این ربی یوسف به ربی یهودا رو؟ دتنیا ما خوندیم اشر لو یه آدا و هفدا، یعنی اگه یهودش نکرد اجازه بده دختر خودشو باز خرید بکنه. ساریخ شیه شهوت بیام کده پدیا، باید به اندازه ای زمان از روز باقی بمونه که دختره بتونه خودشو باز خرید بکنه. اگر هنوز زمانی در روز مونده که دختره بتونه خودشو باز خرید بکنه، حداقل یعنی یه شاب پروتا بده نیم ساعت مثلا زودتر آزاد بشه، اون موقع است که هنوز میتونه یعود صورت بگیره. میکان آمر ربی یوسف ربی یهودا، از اینجا ربی یوسف ربی یهودا میفهمید این یش شهود بیوم که دل از صوت ایمو شاو پروتا، اگه هنوز در روز یک زمانی مونده که این دختره بتونه به اندازه شاو پروتا کار بکنه، که یعنی الان اگه میخواست بیاد خودشو باز خرید بکنه باید بود شاو پروتا بده، مقودش قیدوشین هست و ایم لاو، ولی اگه 6 سالش تموم شد دیگه وقت نیست که به اندازه شاو پروتا پیش ارباب کار بکنه، اون موقع اینا مقودشت. الماغا ساور ما او تاریشونوت لاو لقیدوشین نیتنو، پس میتونیم یاد بگیریم که شیطه ربی یوسی بره بیوده اینه که اون پولی که اول به پدر داده شده برای قیدوشین نبوده، با این شاو پروتایی که کار بده کار به اربابه داره قیدوشین صورت میگیره. رم نخوان و ریز خاقامر افیلو تیما لقیدوشین نیتنو، من میتونم یاد بگیرم که اون پول اولی واقعا برای چی داده شده؟ برای قیدوشین. آی پس چرا میگیم اینجا باید زمان باشه در روز که بتونه شاو پروتا کار بکنه؟ میگه شانیها خاد آمر رحمانا به هفدا، اینجا تورا اومده گفته باید زمان باشه که بتونه آماها ایبریاه خودشو بازخرید بکنه که یعود صورت بگیره. پس رباطه اینجا مخلوقت داریم که ربی یوسف و ربی یهودا رو چطور توضیح بدیم.
باید زمانی باشه که این دختره به اندازه شابه پروتا کار بکنه که یعود صورت بگیره، ولی هنوز مخلوقته که آیا این پولی که به پدر داده شده برای قیدوشین بوده یا نه، داره با این شابه پروتای قیدوشین صورت میگیره. آمر رابا آمر اب نخمان عمر آدم لبیتو قتنا، شخص میتونه به دختر کوچیکش بگه سعی و قبلی قیدو شیخ، برو و خودتو مقودشت بکن. میده ربی یوسف به ربی یهودا، از گفته ربی یوسف به ربی یهودا سر یعود. لا و من ربی یوسف به ربی یهودا ما و تاریشونات لا بلقی دوشین نیتنو، مگه نه که ربی یوسف به ربی یهودا گفته اون پولی که داده میشه به پدر برای قیدوشین نبوده و اینجا دختر است که داره خودشو مقودشت میکنه. و خیم شیر با شاب پروتا هفو قیدوشه، و اگه بگیم یه نیم ساعت به اندازه که یه شاب پروتا کار بکنه هنوز وقت باشه تا پایان 6 سال و اومده اونجا یعود کرد اربابه قیدوشین صورت میگیره. آخانامی اینجا هم لوشنا، اینجا هم وقتی پدر میگه به دخترش برو قیدوشین قبول بکن، میتونه دختر بره و قیدوشین قبول بکنه. طبق ران اینجا پدره داره دخترشو به ازدواج در میاره، میگه برو با هر کس میخوای قیدوشین بکن. قیدوشینه که چون معسه یادعیم قتنا مال پدره است، پولی که به قتنا داده میشه مثل این که مستقیما داره داده میشه به پدره. ریتوا یاد میگیره میگه نه، اینجا دختره داره خودشو قیدوشین میکنه. راش یاد میگیره اینجا دختر شالیخ پدره. و آمر راو آمرم نخمان همه قدش به میلوا شیش آله ها مشکون مقودشت. مردی که قیدوشین میکنه با پولی که به زنه قرض داده و ازش گروی گرفته از زنه مقودشته. میدیوره ربی یوسف به ربی یهودا، از گفته ربی یوسف به ربی یهودا سر یعود. توسود اضافه میکنه اینجا با اون حنایی که دختره میگیره از این که این قرض دهنده مخیلاش میکنه، این پولا لازم نیست به من پس بدی، مقودشت میشه. و با وجودی که قبلا ما یاد گرفته بودیم همه قدش به حنات میل و مقودشت، و مدوت اینجا یه خیدوش بزرگتریه که با وجودی که گرویه اینجا دست شوهر است و گرویه رو پس نمیده، هنوز ما میگیم مقودشته. حالا چطور اینو ما از گفته ربی یوسف به ربی یهودا سر یعود یاد میگیریم؟ لا با من ربی یوسف به ربی یهودا ما اوتاریشونوت لا بلقی دوشین نیتنو، مگه نه که ربی یوسف به ربی یهودا گفته بود وقتی ارباب اومده آماها ایوریه رو از پدر خریده، اون پولی که به پدر میده برای قیدوشین نبوده، با اون کاری که دختر بدهکاره یه شاب پروتا داره مقودشت میشه. های حلوا آهی، این پوله چیه؟ این شاب پروتایه یه قرضه، چون این مقدار کار رو به اربابه بدهکاره. وهی گوفا مشکنهی، و خود زنه اینجا گرویه، گرویه که به حساب این کار رو برای ارباب تموم بکنه. وهی مشیر با شاب پروتا اوم یعد هبو قیدوشین، و اگه از کاری که بدهکاره یه مقدار شاب پروتا باقی مونده باشه و ارباب بیاد یعودش بکنه قیدوشین صورت میگیره. آخانامی اینجا هم که میگه تو اون بدهی که به من داری و من ازش گرویی دارم اینو میبخشمت، لوشن و هیچ فرقی نمیکنه و اینجا هم قیدوشین صورت میگیره. توسفوت میخواد از اینجا یاد بگیره که اود ایوری گوفو اینو قانوی، که وقتی یک شخص یه غلام ایوری میخره گوفش مال اربابه نیست، چون اگه آماها ایوریای گوفش مال اربابه میبود با میلوه مقودشت نمیشد. ریتوا میگه حتی اگه بگیم سر اود ایوری گوفو قانوی، سر آمه ها ایوریا ما میگیم این گوفو قانوی. بشم بشم ناسم نسلی افتف یود ته تمود بت، از تانو روانان شروع کنیم. خط دوم که صد میتوت یود، میسوای یود که در موردش صحبت میکردیم که اربابه میاد
آمه ها ایبریه رو باش ازدواج میکنه چی جوری صورت میگیره؟ عمر لا بیفنه شنعیم جلوی دوتا شاهد به آمه ها ایبریه میگه هرعت مقودشت لی تو تقدیس میشی به من، هرعت مورست لی تو نامزد من میشی. بخ اضافه میکنه هرعت میوعدت لی تو مختص به من میشی. افیلو به صف شش حتی در انتهای شیش سال و افیلو ساموخ لشقیت اخما حتی نزدیک های غروب که زمانی هم هنوز نمونده که دختر چاب پروتا برای ارباب کار بکنه به نوهگ با مینهگ ایشوت و اربابه باش رفتار میکنه مثل زنی و اینو نوهگ با مینهگ شیفخوت و باش مثل کنیز دیگه رفتار نمیکنه و این زنه مقودشت میشه. ربی یوسف و ربی یهود عمر ایم یش شهود و یوم که دل اسوت ایمو شابه پروتا اگه اون مدت زمانی مونده در روز که بتونه کنیزه به اندازه شابه پروتا کار بکنه برای اربابه مقودشت با یهود قیدوشین صورت میگیره و ایم لاف اگه دیگه نزدیک غروب شده اینا مقودشت، مقودشت نیست. ماشال لعمر لعیشا مثل شخصی که بیاد به زنی بگه هیت خدشیلی مأخشاب لآخر شلوشیم یوم تو زن من بشو از الان بعد از 30 روز. طریقهی که توسط یاد میگیره یعنی اگه تا 30 روز من تغییر عقیده ندادم تو از الان زن من بشو. او با آخر و قیدشا به تخ شلوشیم یوم و یه مرد دومی میاد در طول این 30 روز زنه رو مقودشت میکنه. شم مقودشت لاریشون زن شوهر اولی است و نه شوهر دومی. ماشال لمن این ماشالی که آورده شد برای کی گفته شده؟ ایلی ما ماشال لربی یوسف و ربی یهودا اگه بگیم این مثال برای ربی یوسف و ربی یهودا گفته شده ها ایم یش شاهوت بیام که دل اسوت ایموشاو پروتا مقودشت. ربی یوسی گفته بود اگر زمان مونده یه نیم ساعتی که بتونه این آماه شاو پروتا کار بکنه مقودشت میشه با اربابه و ایم لاب لو وگرنه مقودشت نمیشه. یعنی اینجا دختر با پولی که اربابه به پدر داده مقودشت نیست، یعنی این مأخشاو نیست. پدره نگفته این پولو من مأخشاو میگیرم این کسف قیدوشینو تو هر وقت خواستی برو یعود بکن. پس این ماشال که میگه ای گفت تو زن من بشو از الان بعد از 30 روز اگه تغییر عقیده ندادم برای ربی یوسف و ربی یهودا نیست. آمر رب اخا برید رب ماشال لربانان این ماشال برای کیه؟ برای ربانان که گفته بود اگه یعود حتی ساموخ لشقی هم که باشه وقت نیست بخواد شاب پروتا کار بکنه مقودشت میشه. چرا؟ به خاطری که کسف قیدوشین رو داده به پدره. مثل این میمونه که پدره گفته من الان کسف قیدوشین از تو میگیرم هر وقت خواستی اینو یعود بکن. در خاتمه 6 سال رفته یعود کرده و قیدوشین خل میشه. مثل ماشالمون که مقودشت با اولی که مار میگه خب پشیتا. البته که من میتونم از گفته خخامی من اینو یاد بگیرم که مار میگه نه مهود تیماها لو آمر له مأخشاو. اینجا تو مورد یعود ما اربابه مأخشاو نگفته و شاید من ممکن بود یاد بگیرم که اگه گفته بود حرت مقودشت لیل آخر شلوشیم یوم و مأخشاو نمی گفت هنوز قیدوشین لمفریه اخل می شد قامشوالان که نه باید مأخشاوو بگه که قیدوشین لمفریه اخل بشه. تنیایی داخ ما یه برایتای دیگه ای داریم هموخرت بی تو شخصی که دخترشو با من کنیز فروخته و حال اخ و قیدشا لآخر و پدره رفته دختره رو به ازدواج یه شخص دیگه در آورده. سیخق به آدون اینجا اربابه رو مسخره کرده اون مقودشت لشنی و میشه زن شوهر دومی. دیوره ربیوسی به ربی یهودا این گفته ربیوسی به ربی یهوداست
که تا ارباب یعود نکنه قیدوشینی صورت نگرفته، پول قیدوشینی به پدر داده نشده. و خاخامیم امریم ایم راتسال یعید میعید. خاخامی میگن اگه الان ارباب بخواد یعود بکنه میتونه یعود بکنه و مأخشاب این یعوده خل میشه، یعنی اون زمانی که پولو داده بوده به پدره اون موقع قیدوشین صورت گرفته بوده. ماشاءالله عمر لایشا، مثال وقتی که به زن طرف میگه حرت مقدشت لی لآخر شلوشیم یوم، تو زن من باش بعد از 30 روز، نمیگه مخشاف او با آخر و قیده شا به تو شلوشیم یوم، و یه نفر میاد در طول این 30 روز زنه رو قیدوشین میکنه، مقدشت لشنی، زنه میشه زن دومی. که ما میگه ماشاءالله من، این مثال رو برای کی میگی؟ ای لیمال ربانان، اگه بقیه این مثال برای ربانانه، ها امری ربانان ایمراد سال یعید میعید. ربانان گفتن اگه الان بخواد ارباب یعود بکنه، یعود میتونه بکنه، میشه زن اربابه نه زن دومی. الا آمرب اخا برید ربا ماشال لربی یوسی و ربی یهودا، طبق ربی یوسی و ربی یهودا که گفته بود مسخره کرده ارباب رو و میشه زن دومی، اینجا هم اگه اومد و گفت تو زن من بشو بعد از 30 روز، دومی اومد و قیدوشین کرد، قیدوشین دومی خل میشه. که من میگه پشیتا، خب البته که این کیس یعود رو میتونیم مقایسه بکنیم با وقتی که میگه تو زن من بشو بعد از 30 روز، چه خیدوشی داره؟ میگه نه مهود تیما من ممکن به چی فکر کنم؟ حالو آمر الله لآخر شلوشیم یوم، اینجا تو مورد یعود بهش نگفته تو زن من بشو بعد از 30 روز، و نمیتونیم بگیم که اگه اومد و یعود کرد میخواسته از الان قیدوشین خل بشه. به خاطر همینه که ربی یوسی گفته بود اگه اومد و نفر دوم این فیما به این قیدوشین کرد، قیدوشین دومی خل میشه، چون قبل از یعوده آدان بوده. ولی شاید میگفتم این که اومده گفته زن من بشو بعد از 30 روز، یعنی که اگه روز 30 اومدم قیدوشینت کردم تو زن من بشو مأخشاف، و اگه اومد و کسی باش ازدواج کرد تو این 30 روز زن اولی بشه، قامش مالان که نه. ربی یوسی و ربی یهودا این دوتا مورد رو شبیه به هم دیگه میدونه، همونطوری که یعود اربابه وقتی صورت گرفت مقدشت میشه، اگه پدر اومد به ازدواج شخص دوم دخترشو در ورد مقدشت میشه به دومی. اینجا هم وقتی گفته تو زن من بشو بعد از 30 روز، یعنی روز 30 قیدوشین خل میشه، اگه نفر دوم اومد و باش قیدوشین کرد توی 30 روز زن دومی میشه. تنیا ایداخی برایتای دیگه ای داریم، هموخرت بی تو او پاسق المنت شلو لیعد، اومده دخترشو با من کنیز فروخته بگیم به روبن، گفته روبن به شرطی که تو این دختر منو یعود نکنی، نیت قیم حتنی، این شرط پا بر جاست و نمیتونه اربابه دختره رو یعود بکنه. دیوره ربی میر، این گفته ربی میره. و خاخامیم امریم ایمراد سال یعد میعد، اگه بخواد اربابه یعود بکنه میتونه یعود بکنه. میپنه شهیتنا المش کتوب و تورا، به خاطری که اینجا پدره اومده روی قانون تورا شرط کرده، به خود امتن المش کتوب و تورا تنا و باطل. شخصی که بیاد رو قانون تورا شرط بکنه چی میشه؟ شرطش باطله. تورا اجازه میده به ارباب که آماها ایوریا رو یعود بکنه. گمان میگه اول ربی میر تنا و قیام، آیا طبق ربی میر اینجا شرطش پابرجاست و اربابه نمیتونه یعود بکنه؟ و ها تنیا ما خوندیم تو برایتا، ها عمر لایشا حرعت مقدشت لی المنت شعن لخا علی شعر کسوت و اونا، اگه شخصی اومد گفت خانم شما زن من باش به شرطی که من مسئولیتی نداشته باشم برای شما قضا و لباس و زمان فراهم بکنم، هرزو مقودشت او تنعو باطل، زنه مقودشت هست و شرطه باطله، باید براش قضا لباس و زمان فراهم کنه. ربیود عمر به دوارشه به مامون تنعو قیام، شرطهای پولی یعنی قضا و لباس رو میتونه زنه اینجا ببخشه،
و شرطه پابرجاست، در صورتی که ولی اونا رو رابطه زناشویی رو باید براش فراهم بکنه، به خاطری که اگه نه داره بر ضد تورا شرط میکنه. ولی میبینیم طبق ربی مئیر شخصی که بیاد بر ضد تورا شرط بکنه این شرطه باطله. پس چطور پدره میتونه بیاد بگه آقا روبن من این دخترم رو با من کنیزی به تو میفروشم به شرطی که تو یعودش نکنی؟ چطور میتونه بر ضد تورا شرط بکنه؟ آمرخیز غیا شانی ها خوا. اینجا ربی مئیر میگه میتونه پدره شرط بکنه با وجودی که شیطای ربی مئیر اینه که کسی که بر ضد تورا شرط بکنه شرطش باطله. چرا؟ شانی ها خواد آمر قرال لاما. اینجا پاسخ میگه وخیم کار ایش اتبیتو لاما، وقتی که شخص بیاد تو دخترش رو به عنوان کنیزی بفروشه، یعنی پامیم شنو مخرا الا لاما بیلود، یعنی بعضی وقتا فقط پدره دخترش رو به عنوان کنیزی میفروشه، نه به عنوان که ارباب بیاد باش ازدواج بکنه. یعنی پاسخ داره این اجازه رو به پدره میده که این شرط رو بکنه. و ربانان هایل آما می آفدیله، طبق ربانان که نه، پدر نمیتونه شرط بکنه که آ دختر منو یعود نکن. با این کلمه گل آما چی کار میکنه که ربی مئیر ازش یاد گرفت؟ گاهی وقتا آدم فقط میاد دخترشو با من کنیزی میفروشه. میگه نه های میبایی لهو لکده تنیا، ربانان این لآما رو لازم دارن برای این برایتا. میفرماید برایتا لآما ملمت چه مخرا لپسولیم، به عنوان کنیزی دخترشو میفروشه، به ما یاد میده که پدر میتونه دخترشو بفروشه به اشخاص پاسول، مثل ممزر، مثل ناتین. با وجودی که ممزر و ناتین نمیتونن با دختر اسرائیل ازدواج کنن لاوه، ولی قیدوشین توفس میشه. گمان میفهمید و حلو دینهو. ما اینجا قلب خمر داریم، این مقدشا لپسولیم، اگه پدر میتونه دخترشو به ازدواج پسولیم در بیاره، با وجودی که گفتیم لاوه قیدوشین توفس میشه، لو ییم کرن لپسولیم نتونه دخترشو به پسول بفروشه، البته که باید بتونه چون تازه ممکنه پسوله باشه ازدواج نکنه، مل مقدش آل پسولیم که ما میگه نه، روی این قلب خمر پیرخاس، به خاطری که وقتی میاد قیدوشین میکنه با پسولیم شکن آدم مقدش اتبیتو که شهی نعرا، حتی میتونه دخترش رو به ازدواج پسولیم در بیاره وقتی که دخترش نعرا باشه. ایم کرن آل پسولیم که شهن آدم مخرت بی تو که شهی نهرا، آیا اجازه داشته باشه دخترشو بفروشه به پسولیم؟ در صورتی که ما میدونیم وقتی دخترش نهراه نمیتونه دخترشو بفروشه، فقط وقتی قطنه میتونه بفروشه. تلمود لومر لاما، چون ممکن بود فکر کنم شخص اجازه نداره به پسول و دخترشو بفروشه، پاسوق میاد میگه لاما که نعملمت چه مخرال پسولین، اجازه داره دخترشو به پسولین بفروشه. ربی الیزر عمر، ربی الیزر میگه بابا جان ایم للمد شموخرال پسولین، اگه میخواست پاسوق به من یاد بده که میتونه دخترشو به پسولیم بفروشه، هر کبر نعمر، اینو قبلنم پاسوق داریم براش. ایم را آبینه ادونه ها، اگه بد باشه به چشم ارباب که یعودش نکرد، اون وقت باید بهش اجازه بده که دختر خودشو بازخرید بکنه. شراعا به نیسوئه ها، گمارا داراش میکنه این کلمات را آبین ادونه ها، یعنی این کسی که ازدواجش برای اربابه آسوره. و از این پاسوق من یاد میگیرم که پدر میتونه دخترشو به پسولیم بفروشه، به پسولیمی که قیدوشین باشون توفس میشه. ما تلمود و مرل آما، پس پاسوقی که میگه میتونه دخترشو با من کنیزی بفروشه رو ازش چی یاد میگیرم؟ ملمه چه مخرا لقروویم، ازش یاد میگیرم که میتونه دخترشو حتی به فامیل ها بفروشه، با وجودی که فامیل ها نمیتونن باش قیدوشین بکنن، اگه هم قیدوشین بکنن توفس نمیشه. گمار میگه و حلو دینو،
ولی شاید اینجا من میتونستم از قلب خمر یاد بگیرم که به قروین بتونه بفروشه ایم و مخرال پسولین، اگه میتونه به اشخاص پاسول بفروشه از ایم را آب این ادونه ها یاد گرفتیم لویم کرنا لقروویم، نباید بتونه به فامیل های نزدیک بفروشه. یه من میگه نه پیرخواه هست روی این قلب خمر مل مخرال پسولین ش ایم رادزا لیعید میعید، این که میتونه دخترش رو بیاد به پسولین بفروشه، چون اگر بخوان بیان و یعود بکنن یعود صورت میگیره، با وجودی که گفتیم لاوه ولی قیدوشین توفس هست. ایم کرنا لقروویم ش ایم رادزا لیعید اینو میعید، آیا بتونه بفروشه به فامیلاش که اگه بخوان یودش بکنن دختره رو نتونن یودش بکنن؟ به خاطر همین آمر قرال آما پاسوق اومده گفته به عنوان کنیزی ملامت چه مخرال قرویم که اجازه داره حتی به فامیل هایی که نمیتونن یودش بکنن دخترش رو به عنوان کنیزی بفروشه.